فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و والسلام و على سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش امیدواریم که تونسته باشیم در برنامه که تقدیم حضورتون شده تا به حال شمه از مفاهیم ستودن رب زلجلال و شناخت پروردگار متعال رو مطرح کنیم تا اینکه در این میان فکر نکنیم که صدایش الله متعال با یک کلمه مجرد میتونه انجام بشه فقط بگیم الله مکرر بگیم الله و مکرر بگیم الله و گایم بگیم هو و بگیم که این یک ذکری هست و ستایشی هست که کمال خودش رو داره ستایش پروردگار و متعال در قالب تعبیرات جامعی میتونه انجام بشه که اون تعبیرات جامع حیثیت و مقام و جایگاه و صفات و کمال و جلال او رو بیانگر باشه و جامع ترین اون تعبیرات تعبیرات قرآنی هست جامع ترین اون کلمات کلمات قرآن کریم هست گویاترین تعبیرات تعبیراتی هست که از زبان قرآن و از زبان وحی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم منتقل شده تا به حال ما سعی کردیم که نمونه هایی از نیایش و نمونه از ستایش از آیات قرآن کریم و سوره های کلام ربانی انتخاب بکنیم تا اینکه برامون هم جنبه های مختلف اون چی که باید یادآور باشه در ذهنمون نسبت به شناخت پروردگار و متعال فراموش نشه و هم نیازهای بنیادین و اساسینی که براش باید فکر کنیم بهش اهمیت بدیم براش باید ذکر خودمون رو اختصاص بدیم این مشغله ذهنی داشته باشین رو از یاد نبریم آخرین سوره یا آیاتی که در این برنامه میخوایم براتون تقدیم کنیم که بعد از این برنامه انشالله در سنت نبوی روایات مختلف و تعبیرات متعددی که در این باب اومده در باب از و ادعیه اومده رو انشالله خواهیم آورد و با شرح و بست بررسی خواهیم کرد ولی در این برنامه که آخرین برنامه این قسمت ما هست یعنی در ارتباط با ستایش و نیایش در قرآن کریم آخرین سوره قرآن کریم یعنی سوره ناس رو هم نگاهی میندازیم تا باز هم یکی دیگر از مواردی که انسان باید بهش متوجه باشه و اهمیت خاصی بهش بده رو در ارتباط با آسیب های روزمره زندگی مد نظرش قرار بده و در صبح و شب اون رو به زبون بیاره و یاد آور بشه روایتی رو با هم خوندیم از اقوات ابن آمر. که پیامبر صلی الله علیه بهش سه سوره ای رو سه سوره آخر قرآن کریم رو آموزش دادن و گفتن که مثل این سوره ها در هیچ کتاب و کتاب های ما قبل نیومده در روایت دیگه ردت عایشه می فرمایند که نبی صلی الله علیه و سلم کان اذا اوا الى فراشه کل لیلتین هرگاه که به بستر خواب تشریف می بردن پیامبر صلی الله علیه و سلم هر شب جمع کفیه دو دست خودشون رو جمع می کردن ثم نفس فيه بعد از این درش میده میدن یعنی بعد از این که فقرع فيه ما قل هو الله و احد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس سوره قل اعوذ برب الناس سوره اخلاص قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس رو میخوندن بعد در دو دستشون میده میدن و بعد از اینکه میده میدن ثم مسح به ما مستطاع من جسدهی بعد از این اون قسمت هایی که از بدنش دستشون میرسید بدنشون با دستشون لمس میکردن مس میکردن علا رأسی و وجهی سر و صورت خودشون رو هم مس میکردن و ما اقبل من جسدهی و اون قسمتی که از قسمت جلوی بدنشون و پشت سرشون هر جا که دستشون میرسید یفعل ذلك ثلاث مرات سه بار این کار رو انجام میدادن دقت کنید ما گفتیم که ما در زندگی خودمون آفات های زیادی داریم که شاید نسبت به اونها بی اطلاع هستیم یا نسبت به اونها غافل هستیم خیلی از آفتها ها گفتیم از طریق تجربه علم بهش میرسیم آسیب ها بهش میرسیم ولی خیلی از اینها هست که بهش نمیتونیم برسیم سلطه و علم مطلق رو در این باب الله متعال داره و فقط سلطه و علم مطلق نیست بلکه نجات هم در دست او هست در نتیجه پناه خواستن به درگاه او در این باب اهمیت خاصی رو در برد گفتیم قل اعوذ برب الفلق شر هر خلق مخلوقی رو از ما دور نگه می‌داشت و خصوصا شر سحر و جادو و شر حسدی که در قالب چشم و نظر میتونه اعمال بشه من شر نفاثات فی العقد اونا که در گره ها میدمند که تعبیر همون عملکرد کرده کاهنانه یا ساهرانه هست و من شر حاسد ادا حسد و از شر حسد کننده ای که حسد میکنه گفتیم که این موارد هنوز نتونسته علم تجربه بشر براش تفسیری داشته باشه که چشم چی هست و تأثیر چشم چی هست که در قالب حسد میاد و حتی خود افرادی هم که این مشکل رو دارن نسبت به دیگران یعنی اگر چیزی اونها رو شگفت زده کرد میتونه چشمشون اثر بذاره و آسیب برسونه به فرد خودشون هم دستشون نیست خودشون هم نمیدونن چرا این اتفاق میفته به خاطر این پیامبر صلی الله میان که هر وقت که چیزی رو شگفتی رو دیدید بگید ماشاءالله لا قوت الا بالله تا اینکه چشمتون به کسی آسیبی نرسونه یه نکته ای هست که در زندگی در عملکرد انسان جز اسرار زندگی هست هنوز کسی نتونسته تشخیص بده که در چرا ایده چشمشون این اثر رو داره که ایده دیگه این چنین اثر منفی درشون نیست در مجموع برای جلوگیری از این آسیب مشابه به اون که میتونه سحر و جادو باشه پیامبر صلی الله علیه و این خواندن این سه سوره رو تجویز میکنند و صبح و شام هم این سه سوره رو میخون. شب هم میخوندن به دستای مبارکشون فوت میکردن و به بدن خودشون میکشیدن دستای خودشون رو سوره ناز که ادامه این آسیب ها هست یک نوع دیگر از آسیب رو برامون یاد آور میشه که باید به الله متعال پناه بگیریم و مراقب خودمون باشیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس در سه مورد وصف پروردگار متعال ستایش رب ذوالجلال میاد رب الناس ملك الناس اله الناس مدبر امر مردم مالک الملک مردم مرجع تمام نیازهای مردم او هست که مدیریت کل جهان رو در بر داره در دست داره و انسان هم جزء اونها هست او هست که مالک همه این جهان هست و انسان هم جزء این جهان هست مالکش الله متعال هست و اون هست که مرجع برآوردن نیازهای تمام خلایق هست و انسان هم جزء اون خلایق هست اله الناس و معبود به حقش هم در واقع او هست که به درگاه او التجا بکنه به او رجوع کنه از او بخواد و در قبال او اطاعت و عبادت و کرنش رو انجام بده همه اینها گفته میشه در خاتمه خاتمه قرآن کریم کمال ستایش رب ملک اله ربوبیت الله متعال ملک و حاکمیت الله متعال الوهیت رب زلجلال ستایش به دنباله اون نیایشی هست که میگه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس از شر وسوسه که وسوسهی خودش رو میکنه به عقب نشینی میکنه یعنی انسان رو به سمت هلاکت میکشونه به خودش عقب میره از این اونها زیادن. حسادت دو نوع حسادت هست یه حسادت چشم هست که نخواسته است. یه حسادت رفتار و عملکرد خواسته است. شیطان به خاطر حسادت انسان رو به هلاکت انداخت. چون دید که در انسان رشد است. انسان موجودی برتر هست. نتونست تحملش بکنه. در واقع تحمل اون نخ... نکرد به معنای این که راضی به رضای الهی و قضای الهی نشد در دنیا از این نمونه ها زیاد هستن اختلافات مسائل درگیری ها مخالفت های فکری اکثرشون از این جانش عطمی کرد حقیقتی که خلای مطال به کسی داده رو نمیخواد طلب بپذیره گفتیم که حسادت یا در قالبه چشم ناخواسته اعمال میشه یا خواسته میاد وسوسگر میشه تا انسان رو از مسیر درست بیاره بیرون و اون رو از نهایت و عاقبت خوب محروم بکنه این وسوسگر همیشه خودش رو همراه انسان ظاهر میکنه خودش رو خیرخواه انسان ظاهر میکنه ولی وقتی که داخل چال انسان انداخت خودش کنار میره و تماشا میکنه این فن و هنرش هست با خیرخواهی میاد جلو آخر خودش میمونه میگه من کاری نیستم به من چه در آخرت هم اینطوری هست ولا تلومونی و لومو انفسکم منو سرزنش نکنید خودتون رو سرزنش کنید در اون روز براعت میگیره از انسان ها میگه من که کاری نکردم فقط به شما گفتم شما هم پذیرفتید من وزوزه کردم شما پشتران اومدید من شما رو نکردم وسوسه های شیاطین انس و جن در قالب خیرخواهی خیلی انسان ها رو گول میزنه خیلی انسان ها رو به اشتباه میندازه فکر میکنن که دارن درست میرن به خاطر این اولین نکته ای که ما در این سوره باید به بش... توجه داشته باشیم این هست که باید مراقب وسوسه ها وصفصها باشیم وسوسه هایی که زمینه اون در نفس ما وجود داره یعنی میل و جذبه ای که در نفس انسان نسبت به امور معین وجود داره و باید ما اونها رو مهار کنیم هوای ما که باید مهار بشه میل نفس ما که باید مهار بشه خواسته های بی حد و حسابی که سنجیده نیست و باید مهار بشه و از جهت دیگه سعادتی که به گناه های مختلف از شیاطین انس و جن در ارتباط با تحریک این میل های درونی بشر اعمال میشه از این جهت با ما مراقب این موضوع باشیم که در درون خودمون زمینه برای افتادن داریم شهوت های مختلف وجود داره شهوت مال هست شهوت ثروت هست شهوت جا و مقام هست همه اینها انسان رو میکشونه نفس انسان به اینها میل داره اگر اینا رو مهار نکنیم شیاطین انس و جن تحریکاتی رو انجام میدن و اینا در مقابل انسان پرده سینمایی میشن که ما رو به خودشون میکشونن و از مسیر و خط اصلی ما رو دور نگه میدارند این سوره و این آیات کلا مجموعه این آیات این سه سوره میخواد به ما اولا این رو بگی که مراقب باشید که شما در معرض این گونه ها هستید برای دور ماندن از این آفتها و آسیب ندیدن احتیاطات لازم رو بکنید و در آخر بعد از همه احتیاطات لازم به الله متعال پناه ببرید تا اینکه اون قادر مطلق شما رو از وسوسه وسوسگرها و شهوت های درونی خودتون شما رو خلاص بکنه و به شما در پناه خودش مسیر سعادت و خوشبختی رو نصیب بکنه تا برنامه دیگه الله یار و نگه باد السلام علیکم و رحمت الله و برکات